الحمد لله رب المخلوقات ورب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهران و برادران عزيز و مهربان، امروز بفضل و احسان الله متعال یک حادثه بسیار وحشتناک جان بر سلامت بردیم و هموطنان عزیز ما، محصلین، خواهران و برادران ما که در این حمله وحشتناک زخمی شدن، الله متعال شفای غیبی برشان نصیب کنه و کسانی که شهید شدن برای شهدا جنت الفردوس را جایشان بسازه و رحمت و مغفرتشان کنه. خواهرها و برادرای عزیزم، حمله وحشتناک و خونین امروز بر بزرگترین مرکز آموزشی افغانستان، یعنی پوهنتون کابل، این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده ای است که مثل همیشه دشمنان افغانستان و مسلمانان آرام نمیشینه، بلکه همیشه در جستجو و پی فرصت هایشان هستن که چگونه باید پلان های شومشان عملی و تطبیق کنن و افغانان را به قتل برسن. اما با خبر، افغانان دشمنشان را میشناسند. کفر هرگز دوست مسلمان نیست و نخواهد شد، نظر به فرمان الهی. و ای اولین حمله نیست که صورت میگیره، بلکه ده ها سال هست که در این مملکت بیچاره جنگ جریان داره و ملت مظلوم افغان قربانی ای جنگ و حملات هستند. در حالی که به دشمنان فرق نمی کنه که در مقابلشان کیست، پیر، جوان، طفل، زن و مرد، مأمور و غیر مأمور، محصل و غیر محصل، امنیتی و غیر امنیتی، فرق نمی کنه. اگر هر کدام در مقابلشان باشه با قتل میرسند. در حالی که الله متعال در قرآن عظیم الشان صراحتا بیان میکنه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هر که قصدن یک مؤمن را به قتل برسانه، جزای قاتلین را الله متعال بیان میکنه جهنم خالدن فیها، جزایشان جهنم است. و غضب الله علیه، دوم غضب و قهر الله متعال بر آنهاست. و لعنه، و لعنت و محروم شدنشان از رحمت الله متعال هست. لعنت الله متعال بر قاتلین عمدی و قصدی مؤمنان است. و اعد له عذابا عظیما، و الله تبارک و تعالی عذاب بسیار بزرگ و عظیم را برایشان محیا میکنه و آماده میسازه. از این کرده هشدار بزرگ دیگر نیست. جهنم، غضب و قهر الله متعال، لعنت و نفرین الله متعال بر او قاتلین، و عذاب عظیم و بزرگی که الله ذکر میکنه که عذاب عظیم هست. پس ای کسانی که میخواین در قدرت سهیم باشین و یا ای که خودتان حکومت و قدرت کنین،
Mas'uliyet-i şuma der kıbali im milleti mazlum çiist. İm millet rencide. Ki hemişe kurbanı meyten. Az şuma çi mi khayen? Şinasayı amelani hamalat teröristi fakat vazife hukumat nist. Hukumat millet ve taraf mukabel. Kasani ki mikhoyen hukumat kunan ve der hukumat sahim başen. Mas'uliyeti şan ast ki bayat amelan ra şinasayı kunan ve mecazat kunan. Khoharan ve braderan ya aziz u rencide u gayur. Ta çi vakt ma yek milleti sakit u khamuş başim? Ta çi vakt yek millet gusfendi başim? Der mukabele çeşman ma خواهرها و برادرای ما زخمی شدن، شهید شدن. اما ما خاموش هستیم. از الله متعال حراس داشته باشید. بس هست. به این اندازه قربانی. ده ها سال هست که جنگ جریان داره. ما ملت افغان قربانی میده. از الله متعال بترسی. در مقابل الله چی جواب خواهد گفتی؟ به هر اندازه که بیان کنیم از درد خود، از رنجی که ما روز مره میکشیم بازم کم است. پس بیدار شوید. بیدار شوید. ساکت نباشین. خاموش نباشین. از حق خود دفاع کن. در اخیر باز هم دعا میکنم. به تمام کسایی که زخمی هستن. که الله متعال شفای غیبی و عاجل برشان نصیب کنه. و با کسانی که شهید شدن الله تبارک و تعالی رحمت و مغفرتشان کنه و جنت الفردوس را جایشان بسازه. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.